سلام دوستای عزیزم، به کانال من خوش اومدین. اسم من مریمه. اول از همه چی میخواستم سال نو رو بهتون تبریک بگم. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. سال نوتون مبارک. تو ویدیوی امروز میخواستم راجع به تجربیات خودم راجع به موهای زائد صورت صحبت کنم که من چه راهایی رو امتحان کردم و الان چه کاری انجام میدم و چه چیزی رو به شما توصیه میکنم. خب من چون از ریشه موهام میبینین صورتم یک مقدار خب مو داره و داشت که مومک زدن رو امتحان کردم که اصلا دوست نداشتم. اول از اینکه پوست صورت رو خیلی میکشه، میدونم خیلی این کار رو انجام میدین یا میدن، ولی خب اون بستگی به سلیقتون داره. و اینی که من جوش میزدم هر موقع که مومک مینداختم، بعد بند انداختنم خیلی خوب بود، الانم خیلی ها میندازن و همینطور توصیه همان میکنم، ولی خب باید صبر میکردی، این موها همش در میومد، هر چند هفته یک بار میرفتی و بند مینداختی. تا یه مدت خب صورت تمیز بود و این که دوباره موها در میومد. و چون من خودمم توی کار بیوتی هستم این کارا رو خب انجام میدیم و در حدود چند سال پیش یک تریتمنتی اومد به اسم ماکرو بلیدینگ که تیغ زدن صورت هستش. این تیغ من هستش، خیلی خیلی شارپ و تیزه. حالا من یه سری یا براتون روی صفحه و زیر توی دیسکریپشن باکس میذارم، میتونین بریم ببینین یا تهیه کنین. این خیلی تیزه، خب من چون میدونم و چی کار کنم از این استفاده میکنم. بعد تجربم از تیغ زدن صورت خیلی خوبه، خیلی دوست دارم. موهای صورتم رو زیاد نکرده که کمم کرده، چون من اینجای صورتم همیشه مو داشت، الان اصلا نداره، فقط اینجای صورتم هست. ولی خب من به خاطر اینی که یک مزایای دیگه هم تیغ زدن داره که تمام پوستای مرده صورتم باهاش میاد، تمام اینجای صورتم رو میزنم. پشت لبم رو همیشه بند مینداختم، هنوزم بند میندازم. پیشونی من زیاد مو نداره، ولی خب یه دور هر چند وقت یک بار این کار رو میکنم. یه بار من این ویدیو رو انگلیسیش رو درست کردم، گفتم الان فارسیش رو درست کنم. خب اول از همه که به یه دونه تیغ این مدلی احتیاج داریم. هیچ وقت من این تیغای یه بار مصرف رو اصلا توصیه نمی کنم. یه دونه تیغ لازم داریم، صورتمون باید تمیز باشه، آرایش نداشته باشه. بعد من شروع میکنم، نمیدونم تیغ اینو بزنم به موهام، یه مقدار بیاد عقب. خب من همیشه از خیلی ها میگن که از بالا بزنین، رو به پایین بزنین، رو به بالا نزنین. من هر دوشو امتحان کردم، هیچ مشکلی برام پیش نیومد و فقط تنها موردی که خیلی مهمه اینی که باید پوست صورتتون رو بکشین، مخصوصا اگر از این تیغای خیلی تیز استفاده میکنین. حالا من از اینجای صورتم شروع میکنم که شما ببینین چجوری این کار رو انجام میدم. پوستم رو میبینین که کشیدم. این صدایی هم که میشنوین برای این پوستای مرده صورت هستش. بعد یک پنبه اینجا دارم که بهتون نشون بدم، ببینین که ببینین مو و پوستای خشک صورتم رو در میاره. حالا از اینجا یه سری هم میگن تیغ و 90 درجه بذار، 45 درجه بذار، هر جوری که دست خودتون راحته اون کار کنین. اولم از تیغایی که خیلی تیز نیستن استفاده کنین، بعدم این روی مو رو روی میبر، از ریشه در نمیاره که همه فکر میکنن که تیغ زدن باعث میشه که موهای صورتتون زیاد بشه.
این کشیدن بسیار مهم هستش، چون صورتتون رو میبرین اگر نکشین. بعد همیشه آرایش روی صورتتون خیلی قشنگتر میخوابه، خیلی صافتر میخوابه. و توصیه من اینه وقتی که تیغ میزنین صورتتون رو، از هیچ اسیدی استفاده نکنین، از سرمایی که اسید داره توش بذارین یک ساعت بمونه و بعد میتونین کرمی چیزی بزنین. من الکلم به این میزنم تمیزش میکنم، به صورتم نمیزنم چون صورتم خوش میکنه. حالا برای هر کسی یه جوری هستش. و اینجا پیشونیمو انجام میدم، ابرومم من ور میدارم یا تریدینگ میکنم، ولی تیغ نمیزنم چون ابروهای من بسیار ریشه کلفت و سفتی داره. اگر اینجا همو تیغ بزنم و اینجای مو، اینجای همه اینقدر که اگه ابروهاتون مثل من باشه اینقدر که سفت هست، ریشه داره، اگر تیغ بزنین سریع فقط در میاد، که من اونو نمیخوام، آردی خیلی ابرو دارم. و به این صورت تا یه ذره بالای ابروم پیشونیمو میکنم. اینجا توی سالونا این 40 پوند 45 پوند هست. فقط برین برای موهای صورتتون این کارو بکنین. حالا به ایران نمیدونم چقدر میشه، ولی خب این کارو که همه میتونن تو خونه انجام بدن. و فقط تیغ اونا یه ذره با اینا فرق میکنه، تیغ ما با این یه ذره فرق میکنه. و همینجوری تو آینه نگاه میکنم ببینم که بازم هست نیست. الان صورتم تمیزه، آماده است برای آرایش. الان بهتون نشون میدم. من این کارو برای عید انجام دادم ولی نمیتونستم فیلم بگیرم، الان صورتم اونقدر نداشت، ولی توی یک هفته این ها در اومد از صورتم و پوست مرده هست و موهای زائد صورت. خب امیدوارم که اینا رو در بیارم. خب امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر سوالی دارین میتونین تو کامنت ها بپرسین ازم، من حتما جواب میدم. قبل از اینکه خدافظی کنم، مرسی از اونایی که سابسکرایب کردن و اونایی که نکردن، لینکش این پایین هست. لطف کنین سابسکرایب کنین و اون زنگوله رو هم فشار بدین که هر وقت من ویدیو میذارم شما خبردار بشین. لایک هم یادتون نره. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم تا ویدیوی بعد. خدافظ.